عرض سلام و به نام خدا شما بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون جهانی افغانیوس هستید. مردم ما 10 سال تمام در میدانهای جنگ مصروف پیکارهای نظامی بودند و مبارزات به خاطر بازسازی کشور همچنان ادامه داشت. حال دیده می شود که کشور ما آهسته آهسته به میدان دیپلماسی در صحنه گذار قرار دارد. اما این حالت مردم را به یک شک و تردیدهای مواجه ساخته است و کشور هم یا جناهای درگیر در افغانستان هم به طرف دیپلماسی آهسته آهسته در حرکت هستند. در پهلوی آن هم این حالت و گذار در نزد بعضها یک نوع حراس را ایجاد نموده است. در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست همین موضوع را با محترم استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به بحث میگیریم. تشکر محقق صاحب که وقت گرانبهایتان را در اختیار برنامه من قرار دادیم. تشکر از شما و از تلویزیون افغان نیوز. سپاس محقق صاحب. در آغاز میخواییم بپرسم هم اکنون از دیدگاه شما وضعیت سیاسی کشور چگونه بوده و شما چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ملت بزرگوار افغانستان و با یاد شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی و کسانی که در راه آزادی وطن جان خود دادن تا امروز وطن در دسترس مردم ما است. در رابطه با اوضاع کنونی کشور ظاهرا تقدیر برمی هست که در هر دهه در افغانستان یک روال جدیدی آغاز میشه. خودطوری که تجربهش در این 3-4 دهه، یک دهه جهاد افغانستان است که تقریبا بیشتر از یک دهه مردم افغانستان گرفتاره مشکلاتی بودن که اتحاد شوروی و زمان به هوای گرفتن جهان حرکت کرد و آغازش از افغانستان بود که تا برسه به آب‌های گرم. و این مسئله توأم بود با بیش از 1.5 میلیون شهید و میلیون ها آواره. این دهه خوب به می شکل سپری شد. انقلاب اسلامی پیروز شد. فکر میکردیم یک حکومت فراگیری به حکومتی که خواست همه گیده و تحقق پیدا کنه و مردم سربلند و با عزت در سرزمینشان که او را از چنگال اشغال رهانیده بودن بازسازی کنن، سیاست کنن، ملت سازی و دولت سازی کنن. متاسفانه که این آرزوها هم به جای نرسید. در ابتدا ناسازگاری های بین خود مجاهدین پیش آمد و بعد هم گروهی به نام طالبان از طرف مجامع بیرونی اینا سازماندهی شدن و به افغانستان فرستاده شدن و اینا یک دهه هم قریبا یک دهه جنجال های تروریسم بین المللی و طالبان و مردم افغانستان و مشکلات هایی که گذشت، قتل عام ها و کشتار ها. دهه 80 هجری شمسی یا بعد سال 2000 یک روال جدیدی آغاز شد که اجلاس بن پیش آمد و جناهای متفاوت و مختلفی که از مناطق مختلف افغانستان بودن با هم کنار آمدن. از پروسه بن این مسائل شکل گرفت، اکثر قضایا اداره موقت و انتقالی و بعد هم حکومت های انتخابی. 10 سال هم روال به همین شکل بود که دموکراسی و پاسازی و ملت سازی و دولت سازی آغاز شد، اما به جای رسید یا نرسید بحث دیگه است. دهه جدیدی که ما در ازو قرار دادیم روال حوادث بگونی دیگر شکل گرفته رویست. یقیناً یک تحولی اساسی هست. یعنی در دهه قبل طالبان مظهر زشتی، مظهر قباحت و جنایت و کشتار تلقی می شد از طرف
حکومت و از طرف جامعه جهانی و اینا. به همین شعار هم جامعه جهانی می جنگدن با طالبا، و طالبا هم با همین نوع شعار که دهه اشغال می گفتن و با امریکایا در جنگ بودن، و مردم افغانستان هم بعضی در کنار حکومت بعضی هم حالت رکود داشتن. اما دهه نو باز هم یک سرفست، یک نگریش جدید است. ای که مثلا آقای جو بایدن میگه ما دیگه با طالبا دشمن نیستیم، طالبا دشمنمون نیستن. یا خانم کلینتون میگه طالبا نه تنها دشمن نیستن که ما خودمون این طالبا رو ساختیم، یعنی ساخته خود ما هستن با پول امریکا، با پلان های از اینا ساخته شده زمانی که. آیا دید شما هم همین چیز از جناب محقق صاحب که طالبان ساخته ایالات متحده امریکا بوده؟ خب بحث رزیست که اونو اینطور گفتن دیگه، ما کدام مال محل قضاوتمون نیست. اونو اینطور گپا زدن و گفتن که آشتی میکنیم، صلح میکنیم، دفتر قطر کار شروع شده و امریکایا و با طالبا و دولت افغانستان هم موضع‌گیری های متفاوت و گاه هم قبول کرد گاه رد کرد. یک بحث جدیدی آغاز شده است که دیگر طالبا مظهر زشتی و مظهر جنگ و خشونت تلقی نمیشه. ببینیم که این روال با کجا میرسه. ما یک آغاز کار است. آقای محقق، هم اکنون در جغرافیای سیاسی افغانستان کدام عناصر برای شما امیدوار کننده و کدام عناصر برای شما هراس آور است؟ اگر دموکراسی به مردم سالاری به تمام جوانب با هم توافق کنند، صلح کنند، با هم افغانستان رو بسازند، برای ما یک حالت ایدئال است که ما من حیث ابنای از وطن همه جناهای سیاسی، همه جناهای قومی و سمتی برای یک افغانستان واحد و معتدل و عدالت پرور یعنی تلاش کنن. این برای ما حالت خوب است. اما اگر جنگ شوه، کشتار شوه، باز آوارگی مردم بیشتر شوه، خشونت زیاد شوه، طبعا برای ما خوشایند. احتمال این هم می رود جناب محقق صاحب هم اکنون که در چند سال آینده جنگ داخلی در افغانستان آغاز گردد؟ اگر قوات بین المللی بیرون بره و مصالحه هم تحقق پیدا نکنه و می حالت مردم بمانه، دیگه بسیار محتمل است که باز هم مردم به دهه 90 میلادی یعنی به اوت از حالت برگردن اگر صلح نشه و جناهای متخاصم همچنان مسلح باشن. طبعا این طرف هم دولت مسلح هست و طرف هم طالبا و جبهه ملی و جناهای دیگه که هستن اگر مسلح هم نیستن، اینا هم یک طرف قضیه هستن. اینا طبعا اگر بینشان اتفاق می نشه طبیعی است که در افغانستان بحران میشه. یعنی جناب محقق صاحب، عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث بحران داخلی دوباره در افغانستان میشه؟ شبیه آنچه که در اول جهاد شد، وقتی که جهاد افغانستان پیروز شد، جامعه جهانی مجاهدین ترک کردن و رفتن دیگه، باشون همبستگی نکردن و در بارش یعنی ساختن افغانستان فکر نشد دیگه. اونو جنگا دوام کرد و به حالت پدید آمد که ما شما دیدیم، یا اگر شما او زمان خورد بدین حتما شنیدیم. اما فعلا هم اگر جامعه جهانی ترک کنه افغانستان را به این حالت که حال طالبا باز سخنگویشان گفتن که در حال فرارن، اینا این تعبیر را دارن، اگه این حالت شما طبیعی است باز از اون طرف هم مسلح میاین، طرف حکومت مانع میشه و جنجال میشه. جناب محقق صاحب، از دیدگاه شما اتمسفر سیاسی افغانستان به کدام سو در حرکت است؟ و در این حرکت جایگاه شما، حزب شما و جبهه شما در تقابل با کیها و در همگرایی با کیها قرار دارد؟ فضای سیاسی در افغانستان فعلا هنوز هم در ابهام است که آیا به طرف صلح میره، آیا جنبه حقیقت پیدا میکنه، ای طالبا گفتن مذاکره پیدا میکنه میشنن با مردم افغانستان یا با دولت یا با جامعه جهانی یا نمیشن.
بعضی ها میگن طالبا خودشان هم اظهار کردن که ما به خاطر دو موضوع مذاکره میکنیم با امریکا، یکی مسئله بندی های سیاسی خودم میخواین نلا کنن و یکی هم امن ایرای بین المللی برن، یعنی به خاطر دیگه چیز آینده و ثبات اینا مذاکره نمیکنن. اگر این مفکره واقعیت پیدا بکنه خب جنگ خاتمه پیدا نمیکنه، و اگر نی که باز هم فضای صلح غالب شد و به مصالحت هم دادن با میانجیگری جامعه جهانی، ملل متحد یا کشورهای همسایه، و فضا به طرف بهبود میره او رقم اگر شوه، ولی احتمال بیشترش ایسته که طالبا از جنگ دست نکشه. و این مسئله که جایگاه ما یا حزب ما این مسئله زیاد مهم نیست، مهم ایسته که مردم، عام مردم افغانستان که همه جناح را شامل شوه، اینو در چه فضا قرار میگیرن. سپاس. اما مشخصا حزب شما در چه فضای قرار خواهد گرفت؟ ما هم اگر مصالحه شما جزء پروگرام مصالحه و اگر نشود باشه، مگر مصالحه نشود طبعا در افغانستان بحران شد، یک ذل بحران جبهه ملی یا حزب وحدت هم باقی میمونه. سپاسگزاریم. اما جناب محقق صاحب، حرف اساسی اینجاست که شما چی فکر میکنین؟ آیا مذاکرات را که ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان با طالبان آغاز میکنن به نتیجه خواهد رسید؟ از چند جهت ما زیاد امیدوار نیستیم. از یک جهتی که طالبان خودشون گفتن که ما قانون اساسی را به رسمیت نمیشناسیم، آتش بس هم نمیکنیم و فقط به خاطر رهایی بندی های خود ما مذاکره میکنیم. این حالت طبیعی است، ما امیدوار نیستیم که صلح میشه. جناب محقق صاحب، اگر جامعه جهانی در فراز نشیب های مذاکره با گروه طالبان، اگر این مذاکره صورت بگیرد یا به نحو از آنها برای شما، جبهه شما و حزب شما سهم داده نشود، آیا از میدان سیاست کنار میروین، باقی میمانین و هم تفنگ میگیرین؟ انتخاب ما انتخاب صلح است. ما میخواییم که در افغانستان صلح بیه. آیا انتظار سهم را دارین در این مذاکرات؟ بدون حضور حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جامعه هزاره، بدون حضور جبهه ملی و ائتلاف ملی و بدون حضور از این مجموعه ها، صلح متصور نیست. برای از اینکه صلح مصالحه که است، باب مفاعله است، مفاعله طرفی نیست. طرفی اگر نباشه خب صلح نیست. سپاس. اگر سهم برای شما داده نشود و برای حزب شما داده نشود، برای جبهه داده نشود یا قدرت منظور بوده، تقسیم کنه که یعنی سهم است توی سهم تو. سپاس. اما تقسیم قدرت بوده در کشور جناب محقق؟ مسئله قدرت یک مسئله است، مسئله صلح که است، همه طرف ها باید در اونجا یعنی دست به دست هم بتن تا صلح بیه. بدون شک اگر امین مذاکره به نتیجه برسد و مذاکره انجام شود و بالاخره در قدرت بیاید، در اینجا برای حزب وحدت، جبهه و شخص شما، منظورم قدرت داده نشود، چی میکنین جناب؟ راست در اینجا که مصالحه و موافقه در صورت میشه که همه طرف ها باشن و به یک نتیجه برسن و یک فیصله شود. آیا یک جانب شما هم هستین؟ به طور طبیعی جوانبی که در قضیه افغانستان هستن شامل پروسه هست و در صورتی که نباشه خب صلح معنا پیدا نمی‌کنه. جناب محقق صاحب، یک حرف اساسی اینجاست که حالا طالبان گفتن که ما دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم، شورای عالی صلح را نمی‌شناسیم و قانون اساسی افغانستان را نمی‌پذیریم. در این چنین یک حالت، آیا صلح در کشور به وجود خواهد آمد و آیا طالبان با این خواهد آمد از این خواست‌هایشان یا نباید امتیاز داد؟ من زیاد امیدوار نیستم. حکومت افغانستان یک جانبه به طرف صلح رفته، از یک سال به این طرف بسیار قربانی ها هم دادن. از نظر ما یک گونه رفتن به طرف مصالحه از موزه ضعف آب در هاون کوفتن بود. ما بارهای رو هم گفتیم، ولی حکومت کار رو کرد و طالبات هنوز هم نزدیک نمیه. از ما زیاد امیدوار نیستیم به این مسئله، اما آرزو میکنیم.
مقصد در جامعه گفته می شود که شما در عقب پرده دوست متحد رئیس جمهور کرزی هستین. بدون شک ما با آقای کرزی دوست بودیم و هستیم، دشمنی نداریم. اگر دشمنی می داشتیم در یک نظام نمی بودیم. اما بحث دوستی و رفاقت شخصی یک مسئله است، اما بحثی که ما پروگرام های مگاه وقت با هم استکاک میکنه و ما یک سری برنامه هایی داریم که آقای کرزی در پروگرام حکومت داری خود رو نمیگره، طبیعیست بین ما جدایی میشه و ما با هم دو پروگرام متفاوت داریم و پای رقابت در بین می. سپاسگزاریم. در اینجا هم گفته میشه جناب محقق صاحب که شما قبلا نیز در پهلوی رئیس جمهور کرزی در دشوارترین روزها استاده شدین و از رئیس جمهور کرزی در افغانستان حمایت کردین. پس از این هم همین احساس می شود که شما در پهلوی رئیس جمهور کرزی استاده شوین و از برنامه های رئیس جمهور کرزی حمایت کنین. آیا چنین خواهد شد؟ در طی 10 سال گذشته به دلیل از اینکه حوادث متغیر بوده، گاهن آزگیری های ما هم متغیر واقع شده. ما در ابتدای پروسه اداره موقت معاون آقای کرزی بودیم، وزیر پلان بودیم در 6 ماه اداره موقت. در دوره انتقالی هم بیشتر از 1 سال با آقای کرزی در یک حکومت کار کردیم، عضو کابینه بودیم. اما چون پروگرام های آقای کرزی متغیر شد و به طرف یک جانبه‌گرایی حرکت کرد، من از کابینش اعتراض کردم و برآمدم. بعد با آقای کرزی در عرصه رقابت سیاسی رفتم. در انتخابات ریاست جمهوری با آقای کرزی رقابت کردیم. مانایشی بود که اگه من میبردم آقای کرزی دیگه رئیس حکومت نبود، من رئیس حکومت بودم. خب شرایط بگونه شد که جامعه جهانی اگه ما میبردیم هم آقای کرزی انتخابشان بود، چنانچه در بون هم همه رقم بود. خب بعد از او با آقای کرزی بر سر برنامه های حکومتی با هم کنار آمدیم. بعد از انتخابات مدت زمان رو با هم بودیم. در دوران های انتخابات ریاست جمهوری دوم باز هم میخواستیم با آقای کرزی رقابت کنیم، اما خب باز به اثر مذاکرات و مفاهماتی که ما داشتیم آقای کرزی برنامه های ما را قبول کرد، از آقای کرزی حمایت کردیم. و آقای کرزی متاسفانه که بعضی از مواد توافقنامه که با ما کرده بود عمل کرد و بسیارش عمل نکرد. فلحاظا ما پروگرام ما متفاوت شد. ما با آقای کرزی انشاءالله در این دوره رقابت میکنیم و آقای کرزی که خودش طبعا نیست در ریاست انتخابات ریاست جمهوری شد قانون اجازه نمیده، طبعا کسانی را بر خود پیدا میکنن که بعد نام از او باشه و کام از آقای کرزی. و ما با این پروگرام مخالفت خود کردیم و انتخابات رو رقابت میکنیم و انشاءالله میدان رقابت را این مرتبه امیدوار استیم که ببریم. یعنی جناب محقق صاحب شما کاندیدای ریاست جمهوری سال 2014 هستین؟ من خودم شاید نباشم، ولی بدون شک ائتلاف ما یک کاندید خواهد داشت. جناب محقق صاحب 2 سال که از حکومت دور دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور کرزی در انتخابات گذشت، از دیدگاه شما چگونه بود؟ زیاد موفق نبود در کارشان. در کدام عرصه ها؟ در عرصه تامین امنیت، در عرصه بازسازی، در عرصه اقتصاد و پیدا کردن یک روزگار خوب بر مردم موفق نبوده. امروز ما 6 میلیون آوره در جهان داریم. مرتب مردم از کشورشون فرار میکنن به خاطر که امنیت جانی ندارن، به خاطر که نون ندارن. در عرصه مواد مخدر ناکام بود آقای کرزی. همه پروگرامش سردرگم است. آقای کرزی یک مدیر خوبی ظاهر نشد. آیا قبل از این که شما از رئیس جمهور کرزی حمایت کنین در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوریش این را فکر نکرده بودین جناب محقق صاحب؟ ما رمل و استرلاب بلد نبودیم، فلحاظا نتونستیم بفهم که آقای کرزی موفق میشه یا نمیشه. یک آدم ظاهر صلاح بود ازش حمایت کرده. اما جناب محقق صاحب تقریبا 6 سال یا 8 سال از حکومت رئیس جمهور کرزی میگذشت که شما حمایت کردین. بعضی گاهی وقت موفق بود، گاهی وقت نبود. ما امیدوار بودیم که موفق شایی مرتب. سپاس. جناب محقق صاحب کدام برنامه های شما را رئیس جمهور کرزی نپذیرفتن و کدام برنامه ها را پذیرفتن؟ ما
امرای جنبش چهار ولایت میخواستیم از آقای کرزی، آقای کرزی اونا رو منظور کنه. آقای کرزی کاملا از این مسائل تفره میرانه، ولایت جاغوری، ولایت بهسود، ولایت اندخوی و ولایت هم در تخار در این ساحه بود که ماورای کوکچه میگن. یه ما پروگرام داشتیم که چهار ولایت بر ولایت افغانستان افزوده شد و دلیل از این که اینها مردمان هستند که محروم زندگی میکنن و از باسوزی و از حقوق که برای یک شهروند افغانی هستند محروم هستند و همچنین برای ساختن شاراها و سرک های مناطقی که ساخته نشده طول یک قرن بر افغانستان به عنوان یک جزیره مانده بوده، انکشاف به اینجا ببریم. آقای کرزی در برنامه های انکشافی خود اینا را بگنجانه و همچنین برای دادن اختیارات به ولایت ها که او را در جزء توافقنامه بین ما و جنبش آقای کرزی است که اونا بپذیرن دیسنترالیزیشن و رفتن به طرف انتخابات والی ها را و همچنین در مشارکت در کابینه و در ساختار نظام مشارکت واقعی به دیگه. آقای کرزی بسیار از این پروگرام ها اندکش عمل کرد. جناب محقق صاحب، گفته می شود که حرکت های سیاسی شما در تفاهم با رئیس جمهور کرزی مگذرت یا صورت می گیرد و رئیس جمهور کرزی هم نیروی که شما دارین این را نیروی خود فکر می کند، در حقیقت این را نیروی ریزرف خود فکر می کند. آیا چنین حقیقت دارد؟ کاش آقای کرزی همه مردم افغانستان یک چیز بدانه و ما را از خود بدانه، ما زیاد از این بعد ما نمیه. اما متاسفانه که آقای کرزی یک رو دو میبینه اما چشمش سعی کار نمیکنه. ملت افغانستان رو به دو گونه نگاه میکنه، به چند گونه نگاه میکنه. اما شخص درویه به اصطلاح خودتان جناب محقق صاحب، شما چرا حمایت کردین؟ چه کار کنیم؟ میگه در شهر کورا یک چشمه پادشاه است. ما فکر کنیم که این آدم خوبتر باشه. آیا این حقیقت داره که رئیس جمهور برنامه های سیاسی شما در تفاهم با رئیس جمهور کرزی صورت میگیرد؟ شما فکر میکنید که ما در برلین رفتیم و اونجا این پروگرام های خود در سطح جهانی بحث کردیم، باز آقای کرزی میره گفت خلاف قانون است و خلاف نمیفهم تجزیه افغانستان است و اینا گپا همه را شما ساختگی فکر میکنید؟ من نه جناب محقق صاحب، برخی ها به این باور هستم. برخی ها همینطور فکر میکنن، همینطور باشه. شما چی فکر میکنن؟ من میخواستم دیدگاه شما را بگیرم جناب محقق صاحب. خب ما خانم برنامه خود را کردیم. حالا جز سوال ما این قسم بود، جز دومش جناب محقق صاحب که نیرویی که شما دارین یا نفوذی که شما دارین رئیس جمهور کرزی این را برای خود ریزرو فکر میکنه، آیا چنین است؟ فکر نکنم که آقای کرزی چنین فکر کنه. اگر فکر کنید چرا خبر خطا میشه؟ یعنی فکر میکنین که جناب رئیس جمهور از نیرویی که شما دارین در حراس است؟ آقای کرزی بسیار حراسناک میشه از این که ما یک پروگرام رو دنبال کنیم، چون میفهمه که یک ملت دنبال از این صدا میره زم میترسه. جناب محقق صاحب، آیا اختلافات میان جبهه شما و ائتلاف ملی هم وجود دارد یا نه؟ در بسیاری از مورد موافق هستیم با هم در دیدگاه ها. اما اختلافاتی که هم اکنون وجود دارد، برخی ها میگن که بالای رهبری است و برخی ها هم میگن که تکتیکی است و برخی ها هم میگن که استراتژیک است. دید شما در این مورد چیست و حقیقت را میخواییم از شما جویا شویم؟ حقیقت مسئله ایست که ما در دیدگاه ها زیاد چه نداریم، در متفاوت نیستیم. اما یکی تانوز یک جا نشده، شاید یک زمان کار باشه که یک جا شد. اما اختلافات روی چی می باشه؟ آیا تانوز اختلاف هم نمیشه که تعبیر کنیم؟ اختلاف دو تا، اونا هم یک جبهه اعلام کرده، ما هم یک جبهه. شاید هم که یک وقتی به تفاهم برسیم یک جا شیم. آیا اهداف آرمان یکی است؟ طبیعی است، همین چیزایی که ما گفتیم اونا هم میگن. شرایط برای یک جا شدن چی می باشه جناب محقق صاحب؟
دیگه ما کدوم شرط شرایط نداریم. و آیا میل داریم که یک جاش این با ائتلاف ملی؟ چرا؟ که ما بخاطر رسیدن به اهداف من باید دستان زیادی دست به دست هم بدیم. اگر یک جاش این باید چی شرایط داشته باشین برای ائتلاف ملی؟ شرایط نداریم، ما میگه یک چیز فکر میکنیم باید یک جاش. اما گفته میشه که اختلافات میان جبهه شما و با ائتلاف که در رأس دکتر صاحب عبدالله قرار دارن، اختلافات بالای رهبری این جبهه می باشه تا اینکه یک اپوزیسیون قوی در کشور به وجود بیاد. شاید اینطور نباشه، انشاءالله امیدوار هستیم این روزی رو ببینیم که همگی یک جا هستم. سپاس. جناب محقق صاحب، آیا در آینده متصور خواهد بود که جبهه شما با ائتلاف ملی یک جا شود؟ امیدوار هستیم که یک روز میتشه. اگر باز هم میخواییم بپرسم چون جواب خاطر نگرفتم محقق صاحب، شرایط چی خواهد بود برای یک جا شدن؟ گفتم که کدوم شرایط وجود نداره دیگه. پس چرا یک جا نمیشن؟ دیگه زمان کار است، مذاکره کار است، گپ کار است. آیا در این مورد تا به هنوز هم مذاکرات صورت گرفته جناب محقق صاحب؟ اظهار نظرهای خوشبینانه از این طرف صورت گرفته. سپاس. جناب محقق صاحب، میخواییم بپرسم که رول کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را شما در آوردن صلح و ثبات در کشور چگونه ارزیابی میکنیم؟ ایران و پاکستان اگر واقعا دلسوزانه کار کنن میتونن بسیار رول مثبت بازی کنن برای صلح افغانستان، برای ازی که خصوصا پاکستان، چون یعنی تا هنوز همین جنگی که هست در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان لانه های زمین تروریست ها هستند، که اگر ما بگیم کلن بگیم که کاملا اجداد کشور موش گپی نیست فقط از طرف می هم این اشتباه هست. در بسیاری از مناطق افغانستان هستند که هم تروریست و جنگ کسی که جنگ میکنه وجود داره و خصوصا مرکزش بازو طرف مرز است. اگر اونا همکاری کنن با افغانستان و از طرف افغانستان با اونا میتونن که صلح بیاره و جنگ ختم شود. اما اگر نکنن خب طبیعی است دیگه، ما دسترسی با طرف مرزها نداریم، از طرف مسلح شده میان جنگ. جناب محقق صاحب، از دیدگاه شما تا به حال کشور ایران و پاکستان چقدر صادق بودن در آوردن صلح و ثبات در افغانستان؟ البته رول ایران و پاکستان متفاوت است. در 10 سال گذشته زیاد جنجال با ایران نداشتیم. یکان موارد ادعا از طرف خارجی ها شدن که ایران مداخله کرده، ولی حکومت افغانستان نپذیرفته گپه، یعنی باور نداره که اونا مداخله میکنن. اما در بین افغانستان و پاکستان بسیار گپا گفته شد، اتهامات از طرف اینا. اینمی گپا نشان میده که یک سری اشکالات هست. امیدوار استیم که دولت پاکستان ایر درک بکنه که همه ما مسلمان هایی که در منطقه زندگی میکنیم به همدیگر نیاز داریم و از همدیگر به نیاز نیستیم، با همدیگر همکاری کنیم خوب است. و کسی که اگر اون نایت فکر بکنن که بسیار قدرتمند هستن، هر قدر انسان قدرتمند باشه انسان ها باز هم احتیاج دارن به هم دیگر. دیگه اون کسی که به نیاز است فقط یک است که خداوند تبارک و تعالی است، انسان ها به هم دیگر نیاز دارن. جناب محقق صاحب، فکر میکنین که پس از این اگر پای پاکستان هم به میز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان کشیده شود، صداقت در کار باشد از سوی کشور پاکستان؟ خب دیگه شرایط های وضع شده میره، ممکنه یک وقت اونا هم نظرشون تغییر کنن به می نتیجه برسن که باید با افغانستان هم کاری کنن. اما تا به حال چرا در این مدت 10 سال از دیدگاه شما همکاری نکردن؟ که ما همکاری کردیم و ما با تروریسم مبارزه میکنیم، اما قناعت افغانستان تا هنوز حاصل نیست. قرار است که نیروهای نظامی امریکا در چند پایگاه نظامی به مدت طولانی در کشور باقی بمانند. برای پیروزی این پروسه با دولت ایالات متحده امریکا، جناب محقق صاحب، شما، جبهه شما و حزب شما چی کمک کرده می تواند؟
این سوال شما زیاد جالب نیست که امریکا سر کی پیروز میشه که اینجا پایگاه میگیره. میخوایم بپرسم که با همون اهداف که اینجا آمدن ایالات متحده امریکا، یعنی نابودسازی تروریسم در منطقه، منظور ما از همین اهداف یا پیروزیشان بوده، شما چه کمک کرده میتونین؟ در این که جامعه جهانی امریکا یعنی یک کشور در اینجا حضور دارن، مطابق فیصله سازمان ملل متحد اینجا آمدن و ما هم با این مخالفت نکردیم تا هنوز همسویی داشتیم با حضورشان و تا زمانی که تروریسم در افغانستان هست و جنگ هست، حضورشان برای مبارزه با تروریسم منافی با مصالح افغانستان نمیدانیم. اما مجزای از پروگرام مبارزه با تروریسم اگر اونا اینجا میخوان پایگاه بگیرن، این بحث مربوط به پارلمان افغانستان میشه. یه را ما شخصا دهی که همچیز گفتن نمیتونیم هرچی پارلمان افغانستان تصمیم بگیره هموست. سپس در اینجا تصمیم مردم چقدر میتونه که نقش داشته باشه؟ مردم که است اراده خود یا مستقیم یا غیر مستقیم استعمال میکنن. در این طور موارد اراده مردم از طریق نمایندگان مردم به طور غیر مستقیم اعمال میشه. یعنی بحث مربوط به پارلمان افغانستان. سپس آیا از دیدگاه شما مردم افغانستان پایگاه های نظامی ایالات متحده ای امریکا را به مدت طولانی در کشور می خواهند؟ این باید به پارلمان مراجعه کرد که بیای برنامهشون بیای که پارلمان چی می شما هم من حیث عضو پارلمان کشور؟ ما هم من حیث عضو پارلمان در اونجا در اظهار نظر می کنیم و بعد اعمال نمایندگی از طرف مردم میکنه. اما نظر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مورد چیست؟ این پیش از وقت است که ما پیش از پارلمان ما بگیم ما این چیزه میخواییم، باید پارلمان دوباره است. سپس تا به حال اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مورد چی خواستن؟ اعضای حزب وحدت؟ بله، یعنی کسانی که اعضای حزب شما هستن. اونا فعلا کدام در معرض کدام حکم قرار ندارن که حکم کنن که باشن یا نباشن. عرض کردم که بعد در پارلمان افغانستان تصمیم. جناب محقق صاحب، شما من حیث رئیس این حزب چی میخواین؟ آیا میخواین که پایگاه نظامی امریکا در افغانستان حضور داشته باشد؟ ما از طریق پارلمان افغانستان هر کاری که شوه امور قبول دارم. اگر عضو پارلمان کشور نمی بودین و فقط رئیس این حزب میبودین؟ هرچی پارلمان تصمیم میگرفت باز ما قناعت. سپاسگزاریم. حرف اساسی اینجاست جناب محقق صاحب که به باور برخی ها اگر نیروهای خارجی از کشور بیرون شود، در کشور از سوی کشورهای همسایه، خصوصا چند کشوری که زیدخل در قضایای افغانستان هستند، عرج و مرج اوج میگیرد. آیا چنین چیزهای واقعیت دارد؟ یه خود در اول ما شما گفتیم که رفتن قوت بین المللی و بین نیامدن صلح زمینه یک بحران فراهم میکنه. جناب محقق صاحب، از این که نیروهای محدود امریکایی به مدت طولانی در افغانستان بارن، آیا شخص شما این را قبول میکنین و آیا بر منافع کشور میدانین؟ البته در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم. پیشتر جوابش را گفتیم دی. اما تا چه حد میتونه که منفعت حزب شما را، شخص شما را و جبهه شما را برآورده سازه؟ در اینجا منفعت حزب و شخص مطرح نیست. در اینجا منفعت مردم افغانستان مطرح است که باید نمایندگان مردم در بارش تصمیم بگیرن. جناب محقق صاحب، در این اواخر زمزمه های هم وجود دارد که با همکاری پاکستان و میانجی عربستان سعودی قرار است که مذاکرات دولت افغانستان با گروه طالبان در ریاض صورت بگیرد. دیدگاه شما در این مورد چیست؟ ما هم شنیدیم است چند چون قضیه اطلاع نداریم، ولی به هر حال ما میخواییم که هر مذاکره باید مخفی از دید مردم افغانستان و بدون مشارکت جناح‌های مؤثر واقع نشه. بله جناب محقق صاحب، زمزمه های هم وجود داشت که در این چند روز نمایندگان حزب اسلامی به کابل آمده بودن با رئیس جمهور کرزی و با دیگر مقامات گفتگوهای داشتن. آیا مذاکرات با حزب اسلامی به نفع مردم کشور خواهد بود؟ وقتی همه جناح ها میگیم، حزب اسلامی میگه از این جناح هست. فکر نمی کنید که هم اکنون حزب اسلامی نفوذ زیاد دارد در درون نظام افغانستان و دیگر نیاز به مذاکره دیده نمیشه؟ چرا خودی آقای حکمتیار خود زبط تنهایی خود
یک وزن است. اونا اگر پروسه صلح شامل نشه میتونه مزاحمت ایجاد شده برای پروسه صلح. اما اگر افراد اشخاصشان در نظام باشد یا در دولت وظیفه اجرا بکنن چی؟ خب هست اونا بسیاری از اعضای حزب اسلامی یا لجنه های مختلفی از حزب اسلامی در داخل پارلمان، در حکومت، در همه جا هست. اما مهم خود ای است که آقای حکمتیار اگر دست جنگ بکشه و با پروسه صلح بیایه، یک بخشی از مشکل جنگ حل میشه. جناب محقق صاحب، میخواییم بپرسم که شما چگونه با آقای عبدالرشید دوستم یک جا شده و با بیرون از کشور سفر داشتین و در رابطه با قضای افغانستان؟ نه باید ما از افغانستان بیرون بریم. نه، این مشکل ما نبوده، فقط سوال کردم. طبعا دیگه ما ائتلاف داریم. محمد ضیاء مسعود رئیس جبهه ماست، آقای دوستم ما از جمله مؤسسان از جبهه هستیم. گاهی در داخل گاهی در خارج با هم میشینیم بحث میکنیم. جناب محقق صاحب، برخی از اعضای کلیدی این جبهه بسیاری از کشورهای مدافعان و حقوق بشر به نقض حقوق بشر متهم میکنن. چون این چیز را به ما کسی نگفته تا نوست که شما ناقض حقوق بشر هستید. اگر گفته شوه اونایی که گفتن، اونا هم ما باش حرف نداریم، ولی ما اونا نیستیم. سپاسگزاریم. جناب محقق صاحب، فکر میکنین که آیا پس از این همین مذاکراتی که قرار است در قطر صورت بگیرد، خاموشانه و بدور از دید دولت افغانستان صورت بگیرد، یعنی فقط طالبان و ایالات متحده امریکا به میز مذاکره بشینن، اگر دولت افغانستان همان گونه که به حاشیه کشانده شده است دیگر هم به حاشیه کشانده شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ والا زیاد جالب به نظر نمی رسه ای که نه دولت افغانستان خبر باشه، نه جناهای عمده سیاسی خبر باشه. طالبا با امریکا برای صلح کنه یک چیز جالب نمی. درسته که امریکا میتونه که یک طرف قضیه باشه، چون اینجا نیرو داره در افغانستان و متضرر شده از طالبان. جامعه جهانی، سازمان ملل هم نظارت داشته باشه بر قضیه و جناهای داخلی افغانستان موافق و مخالف، مسلح و غیر مسلح با هم بشینن صلح کنن. برای حل معقولش این هست. اما یک هم در کشور دور در یک واقعی صورت بگیره که چند نفر برن و مذاکره کنن، زیاد به نظر ما خود جالب نمیه. باز دیگه آدم حوادث پیش بینی نمیتونه. جناب محقق صاحب، حزب شما برای مذاکره با طالبان چی میخواین؟ ما مذاکره طالبان قانون اساسی رو بپذیره و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی که حقوق بشر و حقوق زن و حقوق مذاهب و اقوام و اینها را که در ارزش‌های قانون اساسی ماست بپذیره، دست از جنگ بکشه، با القاعده قطع رابطه کنه، خشونت را محکوم کنه. این شرایط مذاکره ماست. جناب محقق صاحب، اگر قدرت نسبتاً به نحو از آنها برای طالبان واگذار شود در کشور، عکس عمل شما چی می باشد؟ این راه حل نیست. خب اگر برای صلح در کشور تمام شود چی؟ این به صلح نمیرسه دیگه. طالبا مثلا به یک از جنگ دست بردار میشن. جناب محقق صاحب، اگر جنگ دست بردار شد بده پروسه صلح ما حرف نداریم. سپاس. اما اگر قدرت برایشان داده شود در نظام افغانستان و شخص رئیس جمهور کرزی از این که طالبان از جنگ دست بردار شوند قدرت برایشان بتن، برای شما قابل تحمل خواهد بود؟ پروسه قدرت خب شامل شدن در قدرت یا در دولت یا در حکومت راه های متفاوت دارن. مثلا اگر اونا صلح را پذیرفتن و صلاح خود ماندن، بیان در انتخابات اشتراک میکنه، شاید بسیاری از شخصیت ها از اونا وکیل شدن در پارلمان بیان، خود جز دولت میشه، جز قدرت میشه دیگه. یا بعضی هاشون آقای کرزی در کابینه معرفی کنن، اگر پارلمان برش رای داد وزیر میشه. یا آقای کرزی در بعضی از سفارتخانه‌ها یا وزارتخانه‌ای که در صلاحیت است تعینات کنه، اونا از جنگ دست بکشن، ما مخالف نیست. جناب محقق صاحب، شما در یکی از سخنرانی‌هایتان گفته بودین که
ما رأی خود را از رئیس جمهور پس میگیریم. بله ها برای گفته بودیم. این به چی معنا بوده؟ یعنی دیگه اعتماد خود به شما از دست داد آقای کرزه. فکر نمی کنید که همین بحرانی که هم اکنون در کشور صورت گرفته فیصدی آن راجع میشه به هواداران رئیس جمهور کرزی در زمان کمپاین انتخاباتیشان؟ والا تجربه وزارتون وزر اخرى خداوند گناه دست از دست دیگر بازخواست نمیکنه. این بحران یک بحران اجرایی هست که در مملکت هست که اینا هر کسی که در قوه اجراییه بده به نحو مسئولیت دارن، اما ای که هیچ کسی در هیچ جای از حکومت مؤثر نباشه و مسئولیت بر گردنش بیاد جالب نیست. جناب محقق صاحب، حرف اساسی اینجاست که بسیاری از کسانی که هم اکنون در دولت کار میکنن اونها هم به شکل از نوش با برنامه های دولت موافق نیستن، اما میگن تقصیر از کسان بوده که از رئیس جمهور کرزی در زمان انتخاباتیشان حمایت کردن. پس در صورتی که بحران میباشه فکر نمیکنین که در اینجا به نحو از اونها شما هم شریک بوده میتنین؟ آقای دکتر عبدالله هم یک زمان با آقای کرزی همکار بودم، ما هم بودیم، ما هم یک دو سال وزیر بودیم. آقای عبدالله 6 سال 8 سال وزیر بوده، دقیقا یادم نیست. ای که ما گاهی وقت در دولت آقای کرزی کار کردیم مانایش نیست که گناه آقای کرزی به گردن ما میشه. جناب محقق صاحب، فکر نمی کنین که هر کسی که از قدرت در نظام کنونی افغانستان بیرون میشه منتقد رئیس جمهور کرزی میشن؟ طبیست بعضی داوطلبانه برآمده بودن، اعتراض کرده برآمدن، بعضی ها هم به طور تدریجی برآمدن. به هر حال اعتراض اگر قانونی باشه و اعتراض اگر مستدل باشه از هر آدم قابل پذیرش هست. جناب محقق صاحب، چرا در افغانستان چنین است؟ تا زمانی که اشخاص افراد یا یک حزب سر قدرت می باشد هیچ شکوه و شکایت از نظام ندارن، اما زمانی که از قدرت دستشان کشیده میشه منتقد نظام یا دولت میشن. در کجای دنیا اینطور نیست؟ در بسیاری از کشورها هست. زمانی که یک وزیر برطرف میشه یا خودشان استعفا میکنن پس از آن بی‌طرف میباشن و حرف و صدایی نمیداشته باشن. همیشه در همه کشورها اینطوری هستن، کسانی که مبارزه میکنن و احزابی که مبارزه میکنن هم به خاطر تصاحب قدرت و بخواه از طریق قدرت خدمت کنه مبارزه میکنن. این که بگوی هر کسی بگه فقط من به خاطر خدا کار میکنم و هیچ دیگه در هیچ چوکی حکومتی هم نمیخوایم و در هیچ قدرت هم نمیخوایم شریک باشم، این تر آدم و ملائکه ها خود بود. جناب محقق صاحب، آیا این جریان در کشورهای دیگر برات برای افغانستان بوده میتونه؟ همه انسان ها یک گونه فکر میکنن، ما من باب مشارکت در انسانیت همه خواص خاصیت های دیگر داریم. سپاس. جناب محقق صاحب، میخواییم همین لحظه پیامتان را برای مردم بگوین. پیام مردم افغانستان این هست که بیدار باشن و برای آینده مملکتشون با دقت و با متانت برنامه ریزی کنن. افغانستان در یک شرایطی بسیار اساس قرار داره. برای رئیس جمهور دیگه کنم پیام ندارم، فقط اصلاح کنن دولت خود، حکومت خود. بیننده های گرامی، شما همچنان سپاس که تا این دم بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.